سلام خدمت آقا آرمین عزیز، من یه چند وقتی دنبالتون میکنم تو این گروه جمهوری بی خدایان. خوشحالم که صداتون میشنوم و آقا بابک عزیز و آقا نوید. عرضم بزرگتون که در مورد تاپیکتون، به نظر من دقیقا این صحبت که خیلی تاپیک خوبی هم گذاشتید، اینی که ما حالا از این چاه، حالا به تعبیری، حالا کلمه بعدم به کار ببریم، فاضلاب جمهوری اسلامی بیاییم به بیرون و در این مسیری که اومدیم بیرون و میخواییم پامونو بذاریم بیرون و بریم به سمت رو به جلو، تو این نقطه که خیلی مهم هست در مورد اختلاف بین جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان مفصل صحبت میشه. مهم اینه که این اتحادی که از این چاه فاضلاب اومدن بیرونه این شکل بگیره. در این مورد صحبتایی که هست اینه که آیا این رفراندومی که گذاشته میشه که و ما قائل باشیم به این رفراندوم و بگیم که چه مدلی از حکومت بیاد، آیا قائل به این هستیم به عنوان حالا هر نوع تفکری؟ این مهم هستش که بپذیریم و بتونیم با هم متحد بشیم و از این جمهوری اسلامی عبور بکنه. و مسئله دوم، من یک چیزی هست، سوالی هست که پادشاهی خواهان میکنم، من چون خودم جمهوری خواه هستم و خیلی مهم هستش به نظر من این سوال. ببینید یک سری قوانینی جمهوری اسلامی داره، حالا تو این سیستم قوانین به قول معروف فشلش، که خود جمهوری اسلامی که این قوانین رو مثل اصل فکر میکنم 38 قانون اساسی که میگه نمیتوانید شما یک اعترافات اجباری داشته باشید، یعنی خود جمهوری اسلامی که این قانون رو گذاشته تو مجلس تصویب شده اینو انجام نمیده. و این سوالیه که خیلی از پادشاهی خواهان میکنن، مخصوصا میگن چه تضمینی هست برای اینکه این قوانینی که تو جمهوری اجرا به قول معروف تو مدل جمهوری تصویب میشه، این قوانین چه تضمینی هست برای اجرا؟ اومدیم و یکی اومد زد زیرش که این اتفاق افتاده. و این دغدغه به نظر من درست هستش و مهم، که من فکر میکنم به خاطر این به پادشاهی بیشتر چیز میکنن که یک آقای شاهزاده پهلوی رو به عنوان یک فرد صالح میدونن و میگن به عنوان حالا یک پادشاهی مشروطه میتونه یک حالا قدرتی باشه که بتونه تضمین کنه مردم به این به قول معروف خواسته هاشون یا قوانین حداقل به سمتی بره که در جهت عموم مردم باشه، یعنی همون به قول معروف سیستم دموکراسی که ما میگیم تضمین در هیچ جهتی نه برای پادشاهی مشروطه تضمینی وجود داره که یه کسی نیاد بزنه زیرش، خب نه برای جمهوری، خب برای هیچ کدومش تضمین بله بزنه. کامل درست میگی. بله و اگرم شما یک نهاد، یک شخص سیمبولیک فراحزبی فکر میکنین تأثیر مثبتی داره، خب ما مثلا ما بحثمون این بود که آقا جان ما شما میتونین یک نخست وزیر داشته باشین که قدرت اجرایی داره، خب یک و رئیس دولته و میتونید یک رئیس جمهور داشته باشید که فراحزبیه و نمادیه، قدرت اجرایی نداره و همه اون کارهایی رو که شما میخواید یک پادشاه بکنه رو میتونه داشته باشه، اصلا میتونه خود شخص آقای رضا پهلوی باشه، خب و ما اینو بیشتر دوست داشتیم به خاطر اینکه انتخاباتیه، برای اینکه مادام العمری نیست، ولی برای همین گفتیم این همه اون همه اون کاربردهایی رو که شما میگین یه پادشاه میتونه داشته باشه، این رئیس جمهور نمادی که قدرت اجرایی نداره در کنار یه نخست وزیر، نخست وزیر میشه رئیس دولت، رئیس جمهور میشه رئیس کشور. خب توی شما سوی پادشاهی مشروطه هم نخست وزیر رئیس دولته، پادشاه رئیس کشوره. خب توی مثلا سیستم توی مثلا انگلستان اینا اگه نگاه بکنی، خب ما می تونست رئیس جمهور باشه، ولی حال ولی چون یه بقیه بیشتر دوست داریم اگه میگیم اینو شاه بکنیم چون انتخاب مردمه، اگه انتخاب مردمه خب یه نشون بده با یه انتخابات که انتخاب مردمه، انتخاب مردمه دیگه، اون وقت میشه رئیس جمهور. ولی حالا مهمم نیست، اگه شما یعنی بر این لحاظ ما میگفتیم این جمهور سیستم جمهوری به این دلایل بهتره، ولی خیلی هم حساسیت نداریم. آقا شما یه نهاد فراحزبی میخواین که شاه باشه اسمش، باش بیا چیکار کن، خیلی هزینه شما اونقدر زیاد داستان... بله برو. یه داستانی هم هست، ببینید شما این امریکا 250 سال دموکراسیه دیگه، خب با یک آزمون و خطایی
یعنی این رفته به جلو و رسیده به این نقطه. خب یه چیزی که دوستان پادشاهی خواهم میگن، ببینید یک چند پلگی خب آقای رضا شاه پهلوی و محمد رضا شاه انجام دادن، یعنی حکومت قاجار رو از اون حالت خیلی افتضاح یه دفعه مترقی کردن. خب اینا به این هم فکر میکنن که یعنی اگر یه شخصی به عنوان پادشاه باشه، این آزمون خطای مثلا جمهوریت ممکنه کمتر بکنه، یعنی یه دفعه بیاد مثلا با حالا نفوذی که ممکنه داشته باشه تو سیستم قدرت بتونه اون، میدونی متوجه میشید چی میگم، یعنی بتونه خرد جمعی رو یه مقدار ببره بالاتر. یعنی من خودم اعتقادم اینه که خرد جمعی ایرانی ها هنوز به اون نقطه نرسیده که مثلا بتونیم مثل امریکا فکر کنیم. بله، یعنی مثلا تو امریکا این کار رو رئیس جمهور هم میتونه بکنه. بله. بله میگم من خودم قائل به جمهوری هستم. یه چیزی میگم آقا رئیس جمهور هر 4 سال یک بار انتخابات، این بی ثباته. خب بیا بکن رئیس جمهوری که 20 سال یه بار عوض میشه. خوبه، یعنی لازم نیست که 4 سال. بله. همه این چیزا رو میشه عوض کرد، ولی خب مهم نیست. من الان نمیخوام گیر بدم سر بحث بین ما و پادشاهی خواه. خب حالا الان من اینا رو میگم، ولی بازم اینا نکات خیلی فرعیه، خب نکات خیلی جزئیه که ما الان میتونیم یه بحث بکنیم که مثلا کدومش بهتره، ولی واقعا اهمیتی نداره نسبت به اون برتری که هر دوی اینا دارن نسبت به جمهوری اسلامی، و خیلی چیزهایی هم بهتر از جمهوری اسلامی، این از اون بهتره. خب یعنی الان فکر کنم وارد این جزئیات الان دیگه نشیم، چون با اینکه یعنی اختلاف نظر بین ما هست، ما واقعا اگه جمهوری خواهی خب که فکر کنه مثلا ما پیروز نشدیم به خاطر اینکه از جمهوری اسلامی رفتیم به پادشاهی مشروطه، این جمهوری خواهی احمقه، بی شعوره. خب یعنی باید اون روزی که ما پادشاهی مشروطه داریم، هر جمهوری خواهی که یه مقدار عقل داشته باشه متوجه میشه که ما پیروز شدیم، ما برنده شدیم، این روز جشن ایرانه. بله، خیلی ممنون. بازم میگم خیلی ممنون که صداتون رو شنیدم، دوست داشتم باهاتون صحبت بکنم. آقا بابک عزیز نمیدونم میشنون یا نه، من دورا دور پیجتون رو تو یوتیوب دنبال میکنم.